بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های ارجمند، درود بر شما. امیدواریم در این هوای سرد زمستانی در هر جایی که هستید لباس گرم عافیت بتن داشته باشید. خوش آمدید و این برنامه بعد از خبر. همان گونه که اطلاع دارین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هدف شرکت در افتتاح بازی های زمستانی المپیک به چین رفت و با رئیس جمهور چین دیدار کرد. پس از این دیدار، رهبران دو کشور با نشر بیانیه علیه کشورهای غربی تاختند و بر اتحاد چین و روسیه تاکید کردند. سفر پوتین به چین در حالی صورت میگیرد که تنش‌ها میان روسیه و کشورهای غربی به بلندترین سطحش قرار دارد. پوتین در دیدار با رئیس جمهور چین میگوید نه تنها که روابط میان بیجینگ و مسکو توسعه یابد، بلکه این دو کشور از یک دیگرشان نیز حمایت کنند. من مصطفی برهانی هستم. در این برنامه بعد از خبر با موضوع نزدیکی چین و روسیه، تولد قطب جدید قدرت علیه غرب و مهمانم در این برنامه جناب سیف الرحمن ابراهیمی، استاد دانشگاه میباشند. جناب آقای ابراهیمی، سلام بر شما، خوش آمدید به استودیوی تمدن. ممنون. آقای ابراهیمی، سفر پوتین به پکن در زمان بسیار حساس و حساب شده صورت گرفته، زمانی است که بحران اوکراین نیز به اوج خودش رسیده. آیا می توانیم بگوییم که جنگ سرد جهانی در راه است و در اینجا میشه گفت که آیا اوکراین قربانی اصلی این جنگ خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به شما بیننده های تلویزیون تمدن سلام و احترامات خود را عرض می کنم. در رابطه با پاسخ پرسش شما، باید بگویم که بعد از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظم بین ملل تغییر خورد. بله. و به دلیل اینکه امریکا به عنوان یک قدرت برتر از لحاظ ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی بود، توانست نظم تک قطبی و هژمونیک مورد دلخواه خیش را ایجاد بکنه. ولی بعد از او رشد اقتصادی چین و نقش مجدد روسیه در منطقه و به سطح بین ملل، نظام دیگرگون ساخت و نظام تک چند قطبی را ایجاد کرد. به او اساس ما میبینیم که روسها بخصوص در جریان سه دوره ریاست یلتسین، مدودیف و پوتین، کوشش اینهایی است که پس نقش سابق اتحاد جماهیر شوروی را تعدیل بکنه و ایجاد بکنه و بتوانه به عنوان یک قدرت به سطح منطقه و جهان مطرح شود. چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ امنیتی و سیاسی. و در این روزها ما میبینیم که مسئله اوکراین یکی از مسائل داغ مسائل سیاسی جهان شده. اوکراین به عنوان یک عضو اتحاد جماهیر شوروی و وقت و یکی از استراتژیک ترین نقاط حساسی که روسیه غافلگیر شده نمیتونه از این موقعیت اوکراین، و همچنان به عنوان پهناورترین کشور اروپایی از لحاظ جیوستراتژیک، جیو اکونومیک برای روس ها بسیار مهم هست. و آمدن پوتین هم به چین به یک نوع نظر به فروکاستن نقش امریکا به سطح جهان و نظر به تهدیدهای اقتصادی که امریکا مبنی بر این که اگر روس ها بالای اوکراین حمله میکنه به یک سلسله تحذیرات اقتصادی شاید از طرف امریکا مواجه شود، چین یک بدیل خوب و یکی از کشورهایی که از لحاظ موجودیت دشمن مشترک با هم همگرایی داره، یک بدیل خوب در رابطه با زمانی هست که فشارهای اقتصادی بالای روسیه زیاد شوه. به او اساس پوتین خواستار از این است که با چینایی ها تا یک حد علنی تر امو همگرایی خود را به جهان نشان بده. به او اساس
اگر مقایسه بکنیم جنگ سرد، زمان جنگ سرد که پالیسی های اتحاد و اتفاق بود، جنگ سرد دو قطب ایدئولوژیک داشت. ولی امروز جنگ سردی که بین چندین قطب از لحاظ اقتصادی هم اهمیت خود را دریافته، به او اساس گفته میتونیم که جنگ سرد چند قطبی به سطح نظام بین الملل جریان داره. که جنگ سردی که بین دو قطب بود، عنصر حاکم یا مؤلفه حاکم ایدئولوژی بود، ولی امروز مؤلفه های جدیدی مثل اقتصاد، فرهنگ هم به این داخل شده و امروز هم چندین قطب وجود داره. یعنی الان در جنگ سرد داخل شدیم. بله، جنگ سرد دو قطبی خاتمه یافته، ولی جنگ سرد چند قطبی جریان داره. و اوکراین در اینجی آیا میشه که میتوانیم بگیم که یک قربانی انتخاب خواهد شد؟ ببینین، برای پوتین اگر اوکراین از دست میده، تمام خوابهای پوتین از بین میره. چرا که شکست در اوکراین سبب از این میشه که چهار اطراف روسیه را ناتو محاصره میکنه. بله. به او اساس از لحاظ امنیتی اوکراین یک خط سرخ است برای روسیه. به او اساس جنگ اوکراین تقابل روسیه و ناتو هست. اگر روسیه شکست میخوره در اوکراین، به مسابه عزیز که در یک جنگ رویارویی به ناتو شکست خورده. بله. به او اساس پوتین نمیخواد که از طرف ناتو محاصره شوه و این یک مسئله بسیار حیاتی و بنیادی است برای پوتین که از این به عقب نمیره. بله. از طرف دبیر کل ناتو یانس استولتنبرگ هم گفته که نزدیکی روسیه و چین به این معناست که ناتو باید متحد بشن. آیا ناتو متحد نیستن و اینکه آیا ناتو از نزدیکی اتحاد روسیه و چین چرا نگرانی داره؟ خب اگر سرمنشی سازمان ملل این سخن را گفته باشد، به یک نوع امو یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو، خب دبیر کل ناتو به خاطر ای که ما قبلا برای شما تذکر دادیم که یک نوع رویارویی بین روسیه و ناتو هست و همچنان چین و روسیه مشترکن، حضور ناتو در فرامرز خود را قبول کرده نمیتونه. به او اساس یکی از نقاط همگرایی خود چین و روسیه هست و در ضمن یک چالشی است برای ناتو. بله. که رئیس استاد مشترک اروپا اگر این سخن را گفته باشه، به این معنی است که ناتو یک سلسله ضعف‌های داره، از جمله شکست در افغانستان هم شاید تأثیرات سر ناتو داشته. مسئله دیگه، ناتو با اولین بار شاید با یک قدرت روبرو شده باشه که توانایی بالقوه مقابله به او داشته باشه. به او اساس ظرفیت خود را باید بلند ببره. و مسئله سومی است که نقش آفرینی باید برای ناتو برای آینده باشه که این بهانه نباشه برای ناتو که ناتو نقشش خاتمه یافته و ناتو باز هم ضروریت اروپا هست که باید حفظ شوه و تداوم پیدا بکنه. به بحث ناتو باز ادامه خواهم داد. بسیاری از کارشناسا آقای ابراهیمی به این باورن که نزدیکی بیش از اندازه چین و روسیه یک قطب جدید قدرت را در نظام بین‌المللی شک میتن. این رویداد چقدر میتونه نظم کنونی جهان را با مشکل یا ای که بهبود بیاره؟ ما فکر میکنیم که نظم بین ملل اگر تغییر میخوره یک بازی زمانی بسیار طویلی را کار داره که امروز امریکا به عنوان یک قدرت هژمونیک بر سر جهان حاکمیت داره، ولی گفته میتونیم که از این فرصتی که برای چین و روسیه مساعد شد بعد از شکست امریکا در افغانستان، عراق و همچنان پافشاری که با کوریا شمالی و ایران داشت و نتانست که فشار لازم را به این کشورها
ایجاد بکنه، اعتبار و حیثیت بین المللی امریکا از بین رفته. در این شرایط فرصت خوبی است که روسیه و چین میتونه به عنوان دو ابرقدرت استفاده بکنه، ولی به صورت کل گفته نمیتونیم که به عنوان یک قطب چین و روسیه مطرح شود. بله. چرا که در زمان جنگ سرد، زمانی که یک قطب شکل گرفت، بر اساس ایدئولوژی بود که اختلافات ایدئولوژیک طبیعتاً به دو قطب تقسیم میشه، ولی امروز فراتر از ایدئولوژی، اقتصاد، مسائل امنیتی و نظامی، مسائل فرهنگی نقش خود را داره و این مسائل نمیمانه که یک قطب بدون دغدغه، بدون اختلافات درونی ایجاد شوه. به او اساس فرصت خوبی است که در یک اتحاد، در همگرایی و یک توافق زمینی به خاطر شکست ناتو و عقب راندن امریکا داشته باشه. بله، مسکو به دنبال ایجاد یک ائتلاف سیاسی و بله. حتی نظامی با پکن هم هست که بتونه جلوگیری بکنه از پیشروی ناتو به شرق و به سیطره جهانی ایالات متحده برای همیشه پایان دهه. اصلا به نظر شما چنین چیزی امکان پذیر هست؟ من قبلا تذکر دادم که ناتو کارایی خود را از دست داده بعد از امی عملیاتی که در عراق و افغانستان داشت، نتانست که به اهداف خود برسه، که از لحاظ نظامی، از لحاظ تکنولوژیکی امو اهداف اروپا و امریکا را نتانست بدست بیانه. به خاطر جلوگیری از پیشروی در شرق، روسا بسیار متوجه مسئله هستند که پیشروی ناتو به شرق اروپا به خصوص یک تهدید بزرگ برای روسا است، که یکی از خواستهای مهم روسا هم همیست که درخواست عضویت اوکراین را در ناتو باید رد بکنه و تمام نیروهای خارجی که در اروپای شرقی سی باید از اروپای شرقی بیرون شود. این خواست روسا است. میبینیم نقشی که در چهار اطراف روسیه ایفا کرده غربی ها، مثلا سیستم دفاعی، دفاع موشکی در لهستان یکی از تهدیدهایی بود که برای روسا، که روسا هم مخالفت داشتن، و همچنان در بعضی کشورها دیگه که سیستم دفاعی را امریکایی ها نصب میکردن، هم روسا همو نارضایتی خود را ابراز کردن. در کل ناتو کوشش میکنه که مقابل پیشروی روسا را در اروپای شرقی بگیره، به او اساس نرم رفتار میکنه و کوششان به این است که اروپای شرقی را در داخل محور خود دخیل بسازه، ولی برای روسا یک خط سرخ است اروپای شرقی. به او اساس چین هم به عنوان یک کشوری که در آینده نزدیک احتمال یکی از قدرت‌های جهانی شدن میره، در این همگرایی با روس‌ها دخیل است و کوشش میکنه که به عنوان یک قدرت برتر جهان در آینده مطرح باشه. نه تنها که نقش اقتصادی داره، بلکه چین میخواد که یک نقش سیاسی هم به این ائتلاف که با روس‌ها توافق میکنه داشته باشه. یعنی این اولین اقداماتی هست که خود چینایی ها نشان میده که نه تنها در عرصه اقتصادی فعال هستن، بلکه در عرصه سیاسی هم میخواهد که یک نقش فعال و اساسی داشته باشه. شما پیشتر به شکست امریکا در افغانستان، عراق و سوریه هم اشاره داشتین. این چقدر میتونه به تشدید تقابل روسیه با غرب نقش داشته باشه؟ ببینین، روس‌ها زمانی که حادثه 11 سپتامبر صورت گرفت، به یک نوع توافق خود را پوتین به امریکا نشان داد. بله. به چند لحاظ بود. یک، امریکا مصروف یک جنگ شد که روس‌ها میتونستن خود را بازسازی بکنن. مسئله
افرادگرایی اسلامی یک نقطه عطفی بود که روسا و امریکای را نزدیک می ساخت. مسئله ثبات در افغانستان یک نقطه عطفی بود که روسا را نزدیک می ساخت و روس ها می توانستن در همکاری با امریکا بتوانند نقش مجدد خود را به عنوان یک قدرت برتر منطقه‌ای ایفا بکنند. به او اساس پالیسی ها زمان تغییر می خوره که منافع و نقش تغییر بخوره. به او اساس زمانی که امریکا غیر مسئولانه از افغانستان بیرون میشه و در افغانستان شکست می خوره، یک فرصتی است برای روس ها که نظر به مو حیثیت بین المللی امریکا که بله. قبل ازی بود این فروکش میشه و روس ها یک روحی جدید میگیره، یک روحی نو میگیره که امریکا را نمانه به عنوان یک قطب یکتاز بر سر جهان که بالا روی بکنه. و در این نقطه چینایی ها هم همگراه هستند با روس ها که از یکتازی امریکایی ها به سطح جهان جلوگیری بکنن و ای امو نقطه حساسی است که روس هایی را شناسایی کردن. بله، و وجه مشترک روسیه و چین هم دغدغه مشترک هر دو درباره هژمونی نظامی ناتو و امریکا است که شما اشاره داشتین. با این وجود آیا پکن تمام قامت در کنار روسیه به نظر شما میتونه استاد شود؟ یعنی میشه روی پکن حساب کرد؟ ما فکر میکنیم که تا یک حد میشه، ولی 100% امکان نداره در این شرایط. چرا؟ به خاطر از اینکه یک دیدگاهی که در رابطه با بزرگ شدن چین و به عنوان یک قدرت جهانی که مطرح شوه یک دیدگاهی وجود دارد که در آینده شاید چین هم به عنوان یک ابر قدرت و یک قدرت هژمونیک و جهانی جای امریکا را اشغال بکنه که از لحاظ اقتصادی امروز هم در وضعیت خوبی قرار داره نسبت به امریکا. خود امریکایی ها سر روس ها بیشتر سرمایه گذاری کردن، بخصوص در زمان ترامپ که میخواستن به عنوان یک قدرت همکار خود از روسیه استفاده بکنن، ولی کشورها خطوط سرخ خود را داره که نمیخواه از منافع ملی خود بگذاره. به او اساس چین تا یک حد به روس ها ضرورت داره، ولی بعد از رو بازی زمانی میتونه که به عنوان یک قدرت تک قطبی یا یک قدرت برتر جهان مطرح شوه که در پالیسی عمومی چینایی ها هست و تا حدی که میتونه سبب همگاری شوه. او چند موضوع اساسی است که یکی خود حضور ناتو و امریکا در منطقه هست که نه به نفع چین است و نه به نفع روس ها است. مسئله دیگه جنگ سایبری که از به زده امریکا در این هم همگرایی دارد دو کشور و به صورت کل اعتماد بین چین و روسیه که سر یک دیگر اعتماد بکنه، این اعتماد تا به حال وجود نداره. شاید همین سفر پوتین و اعلامیه مشترک که پخش میکنه این اولین قدوم باشه برای اعتماد سازی بین کشور دو کشور. با توجه به تنش های به وجود آمده بین غرب و روسیه و همچنین چین، میتونم بگیم که آیا چین و روسیه دشمن مشترک دارند و یا اینکه اهداف مشترک نیست دارند در این رابطه؟ ببینین دشمن مشترک از لحاظ امنیتی دشمن مشترک دارند، ولی از لحاظ اقتصادی امی پروسی یک رای کمربند بیشترین کشورهای اروپایی را دخیل ساخته که همکار باشه با چینایی ها و حتی از لحاظ اقتصادی اروپا پیرو سیاست های امریکایی نیست. به او اساس چینایی ها منافع اقتصادی مختص به خود را داره، ولی از لحاظ امنیتی از لحاظ حضور غرب در سرحدات روسیه از لحاظ مدیریت بحران‌های منطقه‌ای اینها منافع مشترک داره که بحران‌های منطقه‌ای را با همکاری هم دیگر ای را مدیریت بکنن. با او اساس هم میتونیم بگویم که در چند مورد
نقاط مشترک داره که سبب همگرایی دو کشور میشه، ولی بعضی از اهداف مختص به چین هست که چینیا او را نمیخواه با روسا شریک بسازه. یعنی در بلند مدت ائتلاف مسکو و پکن با چالش های مواجه هستن؟ ما فکر میکنم که تا یک زمان شاید این چالش ها اشکار نشوه، ولی بعد از اینکه افول امریکا میرسه، بعد از اینکه ناتو منزوی میشه، بله، در او زمان شاید بزرگترین دشمن روسیه چین باشد. چرا؟ به خاطر از اینکه دو قدرتی که هر کدامش ادعای برتری داشته باشه، در نزدیکی هم یک خطر متبادل هست که چین به ضد روسیه یا روسیه به ضد چین استاد شود. ولی از لحاظ سیاست های منطقه‌ای، از لحاظ منافع مشترکی که در منطقه داره، به صورت موقت میتونه که سیاست های همسانی داشته باشه. به او اساس در دراز مدت هیچ کشور دوست کشور دیگه شده نمیتونه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی، چرا که روسا هم میخواه که به عنوان یک قدرت و بازمانده یا میراثخور اتحاد جماهیر شوروی هست که قدرت برتر جهان بود. از لحاظ مساحت هم روسیه نظر به مساحت چین یک کشور بزرگ هست و این آلترناتیو وجود داره که روسیه به عنوان یک قدرت فرا منطقه‌ای و حتی بین المللی که امروز هم نقش خود داره مطرح شود. چین از لحاظ اقتصاد به عنوان یک قدرت برتر جهان میتونه که مطرح شوند، ولی به صورت کل امروز کشورها حتی در اتحادیه اروپا سیاستهای یکسانی در رابطه با مسائل اقتصادی و امنیتی خود را ندارد. بله. با او اساس تا وقتی که دشمن مشترک است، اینها به تعقیب دیپلماسی یکدیگر حرکت داره، ولی وقت دشمن مشترک از بین میره، پس میتونه که به عنوان دو دشمن همسایه مطرح شود. در قسمت افغانستان میخوایم بحث بکنیم که آقای ابراهیمی در حدود 2 دقیقه فرصت داریم. در 2 دقیقه به ما بفرمایید که با توجه به همسایگی چین و روسیه با افغانستان و نگرانی هر دو کشور از شرایط جاری در کشور در افغانستان، نزدیکی بی سابقه این دو کشور چه تأثیر بر اوضاع افغانستان خواهد گذاشت؟ یک، از لحاظ ای که دولت یا حکومت فعلی افغانستان میتونه در میدان روسیه و چین و پاکستان بازی بکنه، این سبب جلب و جذب سرمایه گذاری در افغانستان شوه و همچنان از حمایت گسترده چینایی ها و روس ها برخوردار شوه، یک احتمال ای وجود داره. ولی اگر باز هم در قضیه افغانستان غرب دخیل میشه، میتونه که سبب نارامی ها و حمایت از بعضی از گروه هایی که میتونه مرکزیت طالبان را به چالش بکشه، شاید تا یک حد همکاری بکنه کشورها. ولی به صورت کل این معلوم نیست داره که تا چه حد میتونه طالبان این را مدیریت بکنه. دوم، نقطه مشترکی که به عنوان یک نقطه همگرایی سیاست های چین و روسیه میشه، گسترش اسلام افراطی در آسیای میانه هست که یک چالش مشترک روسیه و چینایی شده میتونه. به او اساس در این زمینه شاید با هم همکاری داشته باشد تا از گروه های افراطی که میتونه خطر بزرگ برای منطقه ایجاد بکنه همسویی داشته باشه. به او اساس و مسئله سوم که میتونه مطرح شود دو کشور و سیاست های مشابه داشته باشه، او کاهش نقش غرب در مسئله افغانستان هست. خیلی ممنون، تشکر از حضور شما جناب آقای سیف الرحمن ابراهیمی، استاد دانشگاه. ممنونم، تشکر. بیننده های عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان این برنامه بعد از خبر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین ممنونم و سپاسگزار هستم. وقت بخیر، خدا نگهدار.